به به دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ با خانم اومدی؟ درود بر همگی. دورمون قشنگ. البته بذار اول اینجا رو نشون بدم کجا. خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. این وقت کوه ها رو بذار نشون بدم. اینجا. نه جوجت نمیافته. خیلی خوشگله. درود میگم بچه ها بهتون. این مکانی که ما هستیم بهش میگم پورتو د موغان، بندر موغانه. بعد تقریبا از استان موغان که سمت جنوب غربی جزیره میشه آخرین ساحلش دیگه از آمادورس و پورتوریکو اینه که رد میشه، آخرین ساحلش ساحل موغانه که خیلی خیلی زیباست. یه حالت بندرگاهه و انواع اقسام تفریحات دریایی رو داره دیگه، انواع مثلا مدل‌های قایق‌های مختلفی که مثلا توریست‌ها رو می‌بره، بعد زیر دریایی داره، خلاصه همه چی داره اینجا برای جت اسکی و نمی‌دونم پاراسل و انواع اقسام بازی‌های تفریحات آبی توریستی رو اینجا داره. و کوچه باغای اون طرفش هم که خیلی خوشگله. حالا ما اومدیم اینجا یه کافی شاپ که رو به دریاست، ویو قشنگی داره رو به دریا، گفتیم یه مقدار با هم صحبت بکنیم. چنانی قایقاش خوشگله اینجا. آقای امیدم که اومدیم به هوای این که برای امید یه قایق اجاره کنیم برای روز تولدش که یه چیز متفاوتی باشه. نخستم انقدر توی این بندرگاه چرخیدیم دنبال قایق، به خاطر هم این کافه لازم شدیم دیگه. خب امید در مورد چی میخوام صحبت کنیم؟ بچه ها یه سری یه عالم سوال بر من نوشته بودن در مورد که در مورد چه چیزایی صحبت بکنیم و سوال داشتن. من چند تاشو گذاشتم برای این برنامه که در موردشون با هم صحبت کنیم. ببین ما خونه رو که گرفته بودیم، فیلم خونمون رو، خونه قبلیمون رو که گذاشته بودیم، خیلی گفتن که استودیو امیدم نشون بده. تو چرا نمیخوای استودیو تو نشون بدی؟ نه دوست نه، آخه بخاطر که آخه چیز نیست، آکوستیکامو با نزد ندادم. اصلاش میدید چی شد دیگه آخرشون، یارو که قرار بود بزنه داستانا چی شد؟ بعد دیگه حالا چیز مهمی نیست. حالا سال بعدی. خب پس استودیو تو نمیخوای فیلم بگیری؟ سال بعدی. خب بعضی ها گفته بودن که بومی های جزیره قناری چجوری هن؟ عرب هن؟ سیاه پوست هن؟ عرب زبان هن؟ مثلا بومی های اینجا چجوری هن؟ نه بومی هاش که یه مدلی از همون اسپانیایی ها هستن دیگه. اینجا خب مختلفه دیگه بومیه، مثلا اینجا چون نزدیک به مراکشه، خب آره مثلا اون بومیای چیز که توی لاس پالماس هستن بیشتر مال سهارا هستن، مثلا مال مراکش و سهارا که لباسای خاصی هم دارن، لباسای رنگی رنگی، چادرای بلندی خانوماشون دارن اینا. بعد که آره اونا عرب زبانن، ولی خب اسپانیایی هم هستن دیگه، اینجا بیشتر اسپانیایی هستن، اسپانیایی زبان ها هستن که از جای مختلف. بعد سوال بعدی گفتن جاهای بومی و کشاورزی و صنعتی و بندرها و اینا رو بگیر. جاهای بومیشو خیلی گرفتیم، مثلا بعضی محله های مسکونی رو گرفتم، بندرش هم که امروز گرفتم، البته اون یکی بندر پاسیتو بلانکو رو گرفتم که بعدم براتون میذارم. مناطق کشاورزی هم حتما میریم چیز میکنیم، فیلم میگیریم براتون. یکی دوتا اتفاقا دیدی گفتی امروز که بریم اونجا، زمینای کشاورزی بود. یکی دیگه پرسیده بودن که آداب و رسوم و جشنای اونجا چجوریه. آخه تو این داستان آداب و رسوم اینجا مثلا یه سری مراسمات تو التابرو اینا دیدیم، ولی خب شما باید بگید اینجا مثلا. ببینی اسپانیا و ایتالیا مثلا خیلی چون یه جوری فدرال هستن، بعد هر قسمتی چیزای خودشو داره. یعنی اینجا یه دونه تقویم، اتفاقا یکی از امید منسجم بودن کشور یکی چیزم اینش مهمه ها. در واقع اسپانیا یه جوری یه تقویم واحدی نداره، یعنی تقویم اسپانیا که نگاه میکنی یه سری مراسم و تعطیلی ها هستش که چیز ناسیوناله، یعنی کل مثلا اسپانیا میگیرن. یه سریاشون مثلا لوکال فقط مثلا مال جزیره قناریه، یه سریاشون هم اتونومو مثلا مال فقط اون استانه. مثلا حالا فرض کن مثلا یه جشنی هستش که مثلا یهو میبینی توی جزیره ما میگیرن، تو جزیره بغلی نمیگیرن. میدونی از این نظر
جشن‌ها و اینا اینجا خیلی متفاوته، مثلا آداب و رسوما، ولی کلا اگه از آداب و رسوم اسپانیایی رو بخوام بگیم کلا خیلی بزن و برقصی و خیلی شادن دیگه. اگه تو کافه لازمی تو به من بگو که یه مورد دیگر بگو من صحبت کنم، ولی چیزی که هست میخوای من یه لحظه برم این برا نشون بدم اسکله رو نشون بدم؟ خب بایستا من این اسکله رو نشون بدم. ما اینجا قبلا زیر دریایی هم سوار شدیم، خیلی خوشگله، همونطور که میبینید نگاه کن خیلی خوشگله. من موغان رو دوست دارم، اینجا بهش میگن موغان، این بندر موغانه که اینا دریاشه همونطور که میبینید. خب مورد بعدی پرسیده بودن که آیا هوا اینجا شرجیه؟ اینجا اصلا شرجی نیست اصلا، اینجا همیشه یه نسیم خنکی از اقیانوس داره، تابستون خاله خیلی گرم میشه، زمستون ها یکم خنکتره، ولی شرجی اصلا نداره. بعد گفته بودن که در مورد شیوه اداره کشور و مذهب و قومیت و این چیزا صحبت بکنین. شیوه اداره اسپانیا چجوریه؟ به صورت فدرال است چیز میشه دیگه، نم چیز خیلی بدیه دیگه، به خاطر که هر تقویمشون هر کی یه جور باید خوش تعطیلی داره. آره. چیز جالبی نیست. کلن اسپانیا فدراله، بر هر کدوم از مثلا آتونوما یا قسمت های خود مختارش مثلا برای خودشون یک چیز جدا دارن، یعنی پارلمان جدا دارن، گوبیرنا. مثلا ما الان اینجا یه دفتر گوبیرنا در اسپانیا داریم، مال خود کل اسپانیا یه گوبیرنا در کاناریاس داریم که مثلا دولت خود جزایر قناریه که مثلا تصمیمات محلی و نمیدونم این چیزها رو میگیره. بعد پرچم داره مثلا، الان مثلا آتونوموی ما که مثلا چی میگن خود مختار، قسمت خود مختار، مثلا استان ما مثلا یه پرچم داره، یه پارلمان داره که این اصلا من یه چیزی بگم چیز جالب نیست. چه بگو؟ مرگ بر فدرالیسم، درود بر تمرکزگرایی و کسانی هم که میخوان ایران فدرالیست کنن، اولا لعنت بهشون، دوما من که تو برنامه رودست حسابشون رو میرسیم. ببین قومیت ها همه جا هستن، ولی مثلا مثلا جایی مثل ایران یا مثلا حتی مثل اسپانیا که مثلا اینقدر آب و هوای خوب و همه چی از نظر منابع و طبیعی و نمیدونم کشاورزی و اینا همه چی داره، اینجور جنگولک بازی ها مثلا مال اینجا هست میدونی. مثلا در صورتی که مثلا آلمان هم خیلی مثلا قومیت ها و لهجه ها و زبان های مختلف داره، سوئد هم داره، ولی اصلا به هیچ عنوان اجازه نمیدن که اینا بخوان پرچم داشته باشن یا نمیدونم پارلمان جدا داشته باشن و از این حرفا. که بعد که اینا همین خودش پیش زمینه مثلا داستانای جدایی طلبی میشه دیگه. امروز میگن پرچم ما اینجوری، فردا میگن زبان ما، لهجه ما اونجوری فرق میکنه، بعد میگن جشنای ما فرق میکنه فلان، و بعدم که داستانای جدایی و اینا. در مورد مذهب، مذهب کاتولیک دیگه، اینجا کاتولیک هم مسیحی کاتولیک هم، البته مراکشی ها اینا هم که مسلمان هم، ولی غالب اینجا حتی مسلمان ها شجوره این مسلمان های بیازاری هست، یعنی کاری ندارن که مثلا بخوان تو زندگی مردم فضولی کنن، چجوری بگردن چجوری نگردن، یعنی کاری به مسائل نداره. حتی اینجا یه موردی هم که داشتیم میخواست فعالیت تروریستی کنه، خب من به هر حال قدیم یه خورده نگاهی ضد مذهب داشتم، مثلا این بنده خدا رفت تو مساجد که یه حکم ارتداد برای ما بگیره، اینا حسابی سنگ رو یخ شده بود، یعنی اینم یه نکته ایه که میخواستم بگم. ولی اوکیه، کلا همه چی اوکیه. کلا اینجا اسپانیایی ها که خیلی مذهبی کاتولیکن، مسیحی کاتولیکن، بعد ولی همون سهارایی ها و مراکشی ها و اینا مسلمان سنی هن، ولی یعنی مسلمان یواشن، مثل ما ایرانی ها هستن، زیاد کاری با اون چیزای تفکر مثلا رادیکال و اینا ندارن، چون به هر حال چون تو اسپانیا هم دارن زندگی کنن، جزء اروپا هستن، چون به خاطر که یه تفکری تو اسپانیا چون اسلامو شکست داده، برای همین مسلمان ها اینجا یه مقدار زیاد رو نمیده، رو نمیدن که بخوان مثلا خیلی اون فرات مسلمان کنیم، مثلا اون بخشایی که مثلا مثل داعش و اینا دارم صحبت میکنم، یا حالا نمیخوام وارد بحث مذهبی بشم، حسن اینجور بحثا نه، یعنی وقتی میگم مسلمان اون بحث مثلا اونایی که سلفی هستن، وهابی هستن، رادیکال. میگم البته اینجا مسجد دارن خودشون، چیز دارن، انجمنای خودشون دارن، مساجد و اینا دارن، ولی به اون شکلی که بخوام فعالیت اونجوری نمیدونم تبلیغی و نمیدونم اینجور چیزا، اصلا فضا به اون شکل نیست اینا. بعد در مورد قومیت هم که گفتیم، توضیح دادیم که اینجا میدونین که هر کدومشون مثلا اینا
میگم فدرالیسم یه جور مایه چیزم شده دیگه. مثلا بعضیاشون که مثلا صحبت میکنیم مثلا خودشون اسپانیایی نمیدونن، خودشون قناریایی مثلا میدونن، یعنی زیاد مورد بعدی چیز ندارن. در مورد محصولات کشاورزی گفتن که قبلا یک بار توی یه دونه چیز توضیح دادم در مورد میوه ها و محصولاتی که اینجا مثلا طبیعی بار میاد، ولی حالا در مورد زمین های کشاورزی هم یه بار میریم فیلم بگیریم. سبک زندگی، خانواده، ازدواج، بچه دار شدن نزدیک ما هستن. آره خیلی نزدیک ما هستن، خیلی 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 خانوادگی هستن، یعنی نسبت به اروپا و نسبت به غرب بخوای بگی اسپانیایی یا خیلی خانوادگی هستن. آره نزدیک ما هستن، منظور ما که 12 سال پیش از ایران میشناختیم، چون الان یه چیزایی دارم میشنوم میبینم که واقعا آره ایران خودش خیلی عجیب غریب شده، یعنی ایران بکنم الان ایران متأسفانه گلوبال تر از یعنی اروپای غربی هم شده، ولی اسپانیایی ها نه. مثلا اگه یادت باشه من پسرمون که اینجا به دنیا اومد، ما توی بیمارستان بعد همه دیدم که دست گل آورده بوده همی اومد، حالا اون موقع قبل از کرونا بود، یعنی درست لب به لب کرونا بود، هنوز اینجا نه، یعنی همه جا اومده بود ولی تو جزیره هنوز نیومده بود کرونا که پسرم به دنیا اومد، ولی هنوز مثلا ملاقاتی میدادن و مثلا همه می اومدن با دست گل و شیرنی و فلان اینا، ولی مثلا چیزا رو ما مثلا تو سوئد اصلا ندیده بودیم. مثلا همه چون همه تک نفره زندگی میکنن تو سوئد و بر صورت اروپای غربی، بعد به این صورت آره مثلا همشون خانوادگی هستن، یعنی خانواده واقعی، نه خانواده هایی که گلوبالی تعریف میکنن مثلا دو تا زن یه بچه دارن یا دو تا مرد. خب بعد کجا رفت سوالای بعدی؟ آها یکی گفته بود که چرا غرب جزیره نمیریم؟ الان غرب جزیره ایم، الان غرب جزیره ایم، ولی کلا شمال غرب به خاطر اینکه حالا عکسشو میذارم توضیح میدم براتون. ما جنوب غربیم. آره جنوب غربیم، ولی این الان جایی که ما هستیم انتهای جنوب غرب اتوبانه دیگه، اتوبانی که ما میخوره دور تا دور جزیره، این از اینجا از موغان شروع میشه، از جنوب غرب میره تا بالا. خب ولی این سمت غرب جزیره اصلا چیز نداره، بیشتر کوهستانیه منطقه و اتوبان اونجا قطع میشه، به خاطر همین اگه ما بخوایم بریم غرب جزیره باید بریم از اون بالا دوباره برگردیم، یعنی از این طرف به این راحتی. آره بعد جاده هاش هم حالت اتوبانی نیست، جاده های مثلا پیچ تو پیچ و باریک و مثلا به این شکل. خب خیلی سرمون شلوغه، مثلا برنامه‌های من بچه داری هزار تا داد، بعد حالا یه پروژه چیز هم که داریم به خاطر یه مزایمی که حالا به یاری خدا تو دادگاه اینا همه چیز دیگه، اینا همه خب زمان میبره دیگه. بعدم که خب ما درگیر خرید خونه بودیم، درگیر جا افتادن تو اینجا بودیم، درگیر ما اومدیم اینجا بچه دار شدیم، بعد مثلا کرونا اومد مثلا خونه می‌خواستیم بخریم، اینا همه چی با هم شد دیگه. کرونا افتاد یه دیمونه زنجیری مثلا افتاد تو زندگیمون. آره که همه این جزیره میگن اصلا همین جزیره گفتن دیمونه، اینم افتاد تو زندگی ما اصلا کلا تو ما تو آره. این همه کشور زندگی کردیم چنین چیزی آره. ندیده نه. بودیم که مثلا انقدر طرف آره میگم کرونا آخه ببین خیلی چیز خل باشه که انقدر خودشو به در و دیوار بکوبه که بیفته زندان. آره اون که حالا که چی، ولی مثلا ببین از زمانی که ما اومدیم خب ببین بچه دار شدن خودش یه داستانیه. آره. زبونم که ما بلد نبودیم اینجا. آره. ولی بچه‌مون اینجا به دنیا جا افتادن. خود خرید آره. خونه چه پروژه سنگی و خود بازسازی خونه. آره. چقدر پروژه بود. آره. و حالا در کنار این کرونا بود، در کنار این چون ما تازه هم بودیم و هنوز مثلا با ساختار مثلا اجتماعی و قوانین اینجا جا نیفتاده بودیم، خب طول کشید دیگه خونه خریده. مثلا خود خونه اگه شما مثلا بلد نباشی و ندونی مثلا کلی هزار تا راه هست که سرت کلا بذارن سر خونه خریدن. خب دیگه من هم مثلا خونه خریدم و چقدر ما 10 ماه گشتیم همه هم میخواستم سرمون کلا بذارم. نه ولی کلا میگم منظور این که مثلا اون ما غرب جزیره چون اون اتوبان تا بالا تا از سمت شرق میره بالا، سمت غرب دیگه اتوبان قطع میشه و اگه بخوای بری مثلا جاده های چیزه، یعنی به خاطر ما هیچ وقت حالا اون طرف رامون نخورده، ولی خب از این وقت چون لاس پالماس هم پایتخت جزیره در شمال شرقی هستش، خب برای کار اداری و اینجور چیزا خیلی رامون میفته اون طرف بریم. اگه موردات تموم شده میتونیم این کلیپو ببندیم. خب حالا تو نه دیگه استرس نداره. یه دونه دیگه یه نفر پرسیده بود که حالا در مورد بیمه و هزینه هایی که هزینه ها رو یه جلسه صحبت کردیم، یه جلسه دیگه صحبت ولی در مورد بیمه
حالا بیمارم یه برنامه توی جلسه دیگه هزینه ها رو از عجله دارم. کلیپات میخوام 20 دقیقه بیشتر نشه آخه. خب باشه بشه، چه اشکالی داره؟ هیچ. یک سوال دیگه پرسیده بودن که آقای حسین ثابت رو میشناسی؟ من نمیشناسم، کی است؟ حسین ثابت همین که میگن که هتل سازه، بعد آره. تو کیشم به سبک جزر قناری هتل سازه. اون جزر بغلی مونه احتمالاً تنری چیف کرده. من نمیشناسمش، خیلی دیده بودن، خیلی پرسیده بودن شما اونجا میشناسین دیدینش؟ ما ندیدیمش، تو جزیره ما هم نیست، توی جزیره تنریف گویایشون یه چند تا هتل ساخته بودن که بعدم مثلا که من تا جایی که خوندم در موردش اطلاع پیدا کردم مثلا که فروخته. چون مثلا میگم اینجا خیلی بر اساس توریسم میچرخه این جزایر، بعد از کرونا خیلی الان چیزا تعطیل شد. ما الان خودمون میخواستیم یه قایق اجاره کنیم برای امید، خیلی سخت پیدا کردیم چون که خیلی چیزا، خیلی از چیزای دفاتر توریستی و اینا همه تعطیل شده. الان همین زیر دریایی و ما قبلا اومده بودیم توریستی رفتیم، ولی الان رفتیم دفترش تعطیل شده. خیلی چیزا متاسفانه خابیده اینجا دیگه. نه ایشون هم، ما فقط همون اسمشو شنیدیم و ندیدیم و نمیشناسیم. خیلی خب، امید خیلی عجله داره، کافش هم خورده، کیکش هم خورده، ولی ما بهتون بدرود میگیم تا گفتگوی بعدی. نه عجله نه، میتونیم بعدش یه گفتگو در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم حالا. ولی فعلا قربونتون برم، دمتون گرم. فعلا بدرود.